24مین نمایشگاه رسانه‌های کشور در حالی نخستین روزش رو پشت سر گذاشت که علاوه بر برگزاری 6 نشست و رویداد در غرفه‌ها و سالن‌های مختلف، 3 مناظره انتخاباتی هم در غرفه خبرگزاری ایسنا برگزار شد که مهمترین محور این مناظره‌ها بیشتر حول مشارکت مردم در انتخابات و مجلس آینده بود. معاون وزیر ارتباطات هم با حضور در غرفه خبرگزاری ایسنا از حمایت جدی دولت از پیام‌رسان‌های داخلی خبر داد. همچنین مسئولان و افرادی مانند سخنگوی شورای نگهبان محمد علی ابطحی، سیاستمدار اصلاح طلب سلیمی نمین، محقق تاریخ علیزاده طباطبایی، حقوقدان حجت الاسلام رحمت الله بیگدلی، فعال سیاسی اصلاح طلب محمد جواد جلالی، عضو کمیته تشکیلات جامعه روحانیان مبارز علیرضا محجوب، دبیر کل خانه کارگر در نخستین روز از نمایشگاه مهمان غرفه ایسنا بودند. معاون محیط زیست طبیعی سازمان محیط زیست هم با حضور در غرفه ایسنا از آخرین وضعیت ایمنسازی جاده عباس‌آباد و نگرانی محیط زیست از افزایش تلفات یوزها در نوروز خبر داد. همچنین رسول کوپایزاده، وکیل میلاد حاتمی و بابک زنجانی هم خبرهایی از پرونده این دو موکل خود داشت. مدیر کل دفتر طب ایرانی و مکمل وزارت بهداشت هم از انجام بیش از 120 طرح تحقیقاتی که به تولید دارو در طب سنتی منجر شده خبر داد. همچنین مراسم نکوداشت محمد مهدی فرقانی، استاد پیشکسوت حوزه ارتباطات و رسانه، در نخستین روز از 4مین نمایشگاه رسانه‌های ایران برگزار شد.